بینندگان عزیز سلام بر شما، درود بر فرزندان کوروش، البته اونایی که توی شناسنامه‌شون اسم باباشون کوروش، و امیدوارم تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که امروز با هم هستیم اوقات بهتری داشته باشیم. امروز دوشنبه دوم ماه نوامبر سال 2015 میلادی و برابر است با 11 آبان ماه 1394. خیلی خوشحالم 4 آبان آمد و ما هم تبریک گفتیم به افرادی که هنوز هم جاوید شاه میگن و دنبال محمد رضا شاه هستن. از اون طرف 7 آبان آمد، روز کوروش، تبریک میگیم به اونهایی که رفتن پاسارگاد و جمع شدن و آزاد شدیم و به زودی همه میریم ایران. پس از اون 9 آبان بود و خوشحالم که تولد آقا رضا پهلوی هم آمد و ایشان 1 پیرتر شد. امیدواریم در این سال عاقل‌تر از سالهای دیگه بشه. یکی از دوستان گفت آقا این حالا فهمیدم چرا این بنده خدا کاری انجام نمیده. گفتم کدوم بنده خدا؟ گفت همین آقای رضا پهلوی. گفتم چرا؟ گفت ببین این روح سرگردانه، این تاریخ تولدش 31 اکتبر، روزیه که توی آمریکا و دنیا دیگه الان این روح‌های سرگردان میان توی خیابون‌ها با اشکال مختلف، با قیافه‌های مختلف، و ایشون هم قیافه پسر شاه رو داره و الا این قرار نیست کاری انجام بده و فقط روح سرگردانی هست که خودش هم نمیدونه کجا میره و دنبال شکلات این ور اون ور. خب شما رفتید هالووین، رفتید بیرون، رفتید شکلات گرفتید، نشستید خونه شکلات و آب نبات دادید به مردم، توش تیغ صورت تراشی گذاشتین، میخ گذاشتین، سوزن گذاشتید که بچه های مردم مریض بشن. همین دیروز اینجا میگفت که باز یک دیوانه‌ای توی شکلاتایی که توی این منطقه پخش شده آمده سوزن خیاطی گذاشته و شانس آوردن اون پدر و مادرایی که به اصطلاح نگاه کردن شکلات ها و اینها رو متوجه شدن. در صورت من همون جوری که با چیزای خرافات و اینها سعی میکنم مخالف باشم، با این هم مخالفم، اما چه باید کرد وقتی که ماجرای پول در میان هست؟ ما قدرتی نداریم و نخواهیم داشت. 6.9 تقریبا 7 بیلیون دلار دوستان، 7 بیلیون دلار، یعنی این ماجرای توافق اینها روی 100 بیلیون دلاره. ببینید که ملت دارن چی میگن. اون میگه آخوندها میلیونر شدن، ایرانی ها میلیونر شدن، اون یکی میگه که نمیدونم اینها با این 100 بیلیون دلار در دنیا جنگ را میندازن، اینجوری میشه اونجوری میشه. 7 بیلیون دلار توی 1 مخارج این اوضاع و احوال صورتک و اینها بوده و خداییش 2 از 7 تا 9، حالا یه جایی هم پارتی بود تا نمیدونم صبح و اینها، ولی این من معمولا این شبای هالووین یا هالووین در منزل نیستم، بیرون هستم، حالا یا کار هستیم یا در میرم از دست اینایی که دینگ دینگ ترینک 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 هی، یا باید تریکشون، یا باید یا تریکت میکنن یا باید تریتشون کنی. در اصل گفتم بابا ولمون کن. اینم از این ماجرای هالووین و تبریک به شاو و بچه شاو و روح سرگردان و همه اینها. و اما یک تبریک حقیقی داریم به آقای دکتر حمید میرزا آقاسی. شما هم حتما ایشون رو میشناسید و یادتون هست ما تا حالا چند بار این شانس رو داشتیم که با ایشون مصاحبه داشته باشیم. آخرین بار ایشون حتی در واشنگتن آمدن مصاحبه‌هایی رو با آقای دکتر حسین نصر و اینها به اصطلاح انجام دادن که من هم این فیلم برداری رو انجام میدادم با کمک دوستمون شهرام، شاید نخواد حالا فامیلشو بگیم. و دیروز فرصتی شد با آقای میرزا آقاسی صحبت کردم و ایشون این مژده یا این خبر خوب رو داد و میبینید که ما هر کسی که تلویزیون درست میکنه حتی اگر عقیده هاش با ما یکی نباشه، خب مثلا درباره دین و اسلام من با آقای
میرزا آقاسی ممکنه توافق نداشته باشن، ولی تلویزیونش رو نشون میدیم. الان هم اجازه بدید من صفحه تلویزیونش رو بهشون بدم، از شما هم خواهش میکنم برید اونجا ببینید. بعضی هم که با فیسبوک ما همراه هستن دیروز دیدن که من گذاشتم این به اصطلاح پیوند پیوند تیوی رو. بعضی ها به این لینک میگن پیوند و صفحه لینک ها رو میگن پیوند ها. حالا این آقای میرزا آقاسی اسم این تلویزیون رو گذاشته پیوند و من البته خودم یکی دو تا پیشنهاد، ببینید ما یه وقت میگیم این ایراد داره یه وقت پیشنهاده. ایراد اونه که یه چیزی کار نکنه، میگیم آقا ما آمدیم و زدیم و دو بار سه بار کار نکرد، اون ایراده. ولی پیشنهاد من به ایشون گفتم که شما ببینید دوستان این صفحه پیوند تیوی دات کام وقتی میرید این آخر نوشته لایو استریم. اولا نترسید، این ماوستون رو، این موشک رو، موشواره رو همه جای صفحه ها بچرخونید. بعد مثلا اینجا نوشته صفحه اصلی یا هوم، نوشته ما چه کار میکنیم، what we do، با ما تماس بگیرید. پیوند که پیوند میده شما رو به یوتیوب، به لایو استریم. و این تیوی شوز همون آرکایو یا آرشیو یا بایگانیه. پیشنهادی که من بهشون کردم گفتم خب شما که این صفحتون برای بیننده های فارسی، فارسی زبان، افغان، تاجیک اینا هست، انگلیسی رو داشته باشید، ولی یه چیزی هم مثل همین به فارسی داشته باشید، به اصطلاح خانه، نمیدونم ما کی هستیم، تماس، کانتکت یا فلان و آرشیو و بایگانی و اینها. ایشون هم گفت پیشنهاد خوبی. در صورت اون چیزی که من باز مشاهده کردم و به ایشون پیشنهاد کردم اینه که ما باید بیام این پایین تا شما رو ببینیم. خب اگر شما تیوی هستید باید مردم تا میان تو این صفحه اون حالت تیوی نمایان بشه و دیگه هی کلیک اینور کلیک اونور نباشه، خود این اتوماتیکلی استارت کنه. اینجا بهش میگن آتو پلی یا آتو استارت. ایشون هم گفت که به وب مسترشون خواهد گفت و میبینید که خیلی خوب و منظم روی توییتر، روی فیسبوک، روی گوگل پلاس هم هستند. و شما این بالا الان ببینید من اگر روی پیوند تیوی کلیک کنم ببینید یه پلیری باز میشه، ایشون با این صدای خوبش. خب آقای دکتر میرزا آقاسی عزیز و نازنین، شما این همه جای خالی و سفید داری عزیزم. درسته که این کار قبلا میکردن برای اونایی که کامپیوترهاشون کوچولو بود و صفحه ها چقدر بود، 800 به 600 بود اگه اشتباه نکنم. الان کامپیوترها ماشاءالله قد یک کامیون، قد یک تلویزیون، صفحه هاش بزرگه. ضمناً این پلیرها سمارت هستن، خودشون رو تنظیم میکنن. اگه من این رو با تلفنم بگیرم این صفحه تو تلفن جا میگیره، اگه با کامپیوتر جا بگیرم، ولی از اینوری کار نمیکنه. شما باید اینو به اندازه اینجا بزرگ کنید، مثلا بذارید الان این فکر کنم 320-240، شما این رو بزرگش کنید، بکنینش 800-600 قشنگ تا اینجا. بعد آقای میرزا آقاسی صدای بسیار خوبی هم دارن، من یه دفعه از ایشون پرسیدم صدای شما خیلی خوبه، قبلا توی رادیو تلویزیونی جایی بودی، قرار شد که با ما به اصطلاح برامون توضیح بدن که دیگه بعد رفتن کالیفرنیا و حالا یه فرصت دیگه. ببینید پس این قسمت پیوند تیوی این هست، قسمت یوتیوب باز میبره شما رو به قسمت اون آیه ارث میاد، جدول ارث میاد یوتیوب، بعد برمیگردیم دوباره اینجا به لایو استریم، میبره شما رو به پلیر لایو استریم. در واقع من به ایشون تبریک میگم و به شما هم پیشنهاد میکنم یک نگاهی ببینید. اینجا الان من این بالا هوم کلیک میکنم، ما رو برمیگردونه به صفحه اصلی، میگه که هوب اینا آرمانشون رو اینجا نوشتن، اسلوگنشون رو نوشتن، نوشته که امید برای سول، سیو د ایر، این کره زمین رو نگه داریم، ما کسی استفاده میکنیم برای دیگران هم نگه داریم،
help those in need، به اونهایی که نیازمند هستن کمک کنیم. و اینجا هم نوشته make a donation، اگر دوست داشتید کارهایی که ایشون قبول انجام میده قبول دارید، ایشون رو قبول دارید، make a donation یعنی یک هدیه‌ای به اصطلاح صدقه، که نه صدقه، ایشون احتیاجی به من و شما نداره، وکیل بودن، دکتر هستن، کار میکنن و اینها، ولی این به اصطلاح کمک کردن و دونیشن تو آمریکا خیلی مرسوم هست و آمریکایی‌ها اولین ملت جهان هستن. واقعا این رو من شاهد بودم. مهم نیست شما برای چی بری جلوش به اصطلاح دستت دراز کنی، یا یه لیوانی دستت باشه، یا یک سطل کوچولوی دستت باشه، اونها بدون هیچ مزائقه‌ای کمک میکنن. این چه نوشته ریچ آوت، این ریچ آوت یعنی همون به اصطلاح یاری کنیم، به قدمی، به قلمی، به درمی. و نوشته work with members in your community and make a difference، میگه به اونها کمک کنید، برسید و یه تغییری توی کامیونیتی، یعنی همین جایی که زندگی میکنید، حالا کره زمین هم یک کامیونیتی برای انسان ها، شهر یک کامیونیتی برای سیتیزن، ده یک کامیونیتی برای دهاتیایی که اونجا هستن، مدرسه یک کامیونیتی برای محصلات، دانشگاه یک کامیونیتی برای دانشجوان. در صورت سعی میکنم در این رابطه یک مصاحبه ای هم با ایشون داشته باشم. بذارید من این پایین صفحه رو نشون بدم که اینا رو شما ببینید. باز من به ایشون پیشنهاد میکنم که اینها رو هم فیسبوک و این چیزا رو هم اون بالاها یه جورای اون عکس ها رو یکم کوچیکتر، بیشتر اهداف خودتون رو که همین تصویر هست، صدا هست و این ارتباطاتی که مردم با شما تماس بگیرن. بذارید من روی فیسبوک اینها پیج فیسبوک چیز کنم ببینم کجا میره. بله، میبره شما رو روی پیوند تیوی، پیوند تیوی ادویکیشن، که اینم صفحه قشنگی هست و سیری در تاریخ معاصر به زودی از شبکه جهانی پیوند. من از دوستان خواهش میکنم این کلمه جهانی رو وردارن، چون این مال موقعی بود که ببخشید ماها احساس عقب افتادگی میکردیم. اگه توی کیبلی بودیم، یه جایی بودیم، دوست داشتیم بریم رو ستلیت و اینها. الان شما با تلفنت برو توی هتلی با یه نفر صحبت کن، بذارش روی لایو استریم، شما جهانی شدید. متاسفانه تلویزیون‌های ایرانی بیشترشون جانی‌اند، یا جنایتکارن، یا خاطی‌اند، یا یک کارای انجام دادن. این جهانی رو ول کنید از شبکه آموزشی پیوند، از شبکه تلویزیون پیوند. در صورت از این طریق هم میتونید باشون تماس بگیرید، همونجوری که بهتون گفتم، پیوند تی وی، پی ای وای وی ای ان دی تی وی .com. بهشون تبریک میگم و امیدوارم در کارشون موفق باشن. ایشون سالهای سال هست در تلویزیونهای مختلف برنامه داشتن، برنامه دارن و به نظر من لازم بود که تلویزیون خودشون رو هم داشته باشن، که به غیر از اینکه با دیگران همکاری میکنن، به قول معروف این رو هم داشته باشن که خدای نکرده دیگران یه وقتی ناز نکنن، به ایشون بگن اگه اینو که ما میگیم نگفتی ما قطعت میکنیم. حالا براتون مثال میزنم، این عقب افتاده هایی مثل آقای مترجمی که فکر میکنه چون دو روز رفته توی مایکروسافت کار کرده، مثل این بچه هایی هست که میرن توی مکدونالد، فکر میکنه چون این همبرگر این برور کرده ساعت 8 دلار ساخته، اگه این نره مکدونالد کار کنه مکدونالد میبنده. این مترجمی هم اولا تو ماشینش داره میچرخه به این و اون زنگ میزنه دروغ میگه من تو آفیسم هم فلان هم بیزارم، یه مشتی چیای کهنه مال این ورور برای خودش راه انداخته. و برید اسمش رو بزنید توی گوگل ببینید که چه پرونده ای داره تو دادگاه مختلف. مواظب خودتون باشید وقتی که میخوان با افرادی مثل خسرو مترجمی کار کنید. خب و اما ساعت 2:14 است. آقای حسن اجلالی کارشناس ارشد امروز ساعت 4 بعد از ظهر با شما هستن. دو تا ویدیو هم فرستادن که در عین برنامه هاشون پخش میکنیم. برنامه زنده ایشون که دوشنبه ساعت 4 بعد از ظهر هست، با تلفن مستقیم میتونید تماس بگیرید، با ایمیل هم میتونید تماس بگیرید، ziafattv@gmail.com، و معمولا پاسخ میگن. البته خب ما دیگه همه اون یه مقداری تعصب داریم در رابطه با اون چیزی که فکر میکنیم درسته، و
من اون روز به ایشون نصیحت کردم خب وقتی یه بیننده خوبی مثل این آقای محسن از کانادا، از کالیفرنیا با شما تماس گرفته، اینقدر قشنگ حرف میزنه، به شما میگه من هم با شما هم عقیده هستم ولی با راهی که با کاری که انجام میدی موافق نیستم، ازش سوال کن شما اگه بودی چه کار میکردی؟ یک کم هم بذار دیگرون صحبت کنن. اینی که میگم یک کم بذار دیگرون صحبت کنن، شما میبینید که توی یکی از این چیزایی که میاد اینجا، فکر کنم الان باشه، بله مینسه، شما هم میتوانید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. بله شما میتونید اینجا برنامه خودتون رو داشته باشید، ویدیو، موزیک، آهنگ، آهنگای درخواستی، بحث، گفتگو، سیاسی و هر جوری که دلتون میخواد. اینجا ما هیچ خط قرمزی برای هیچ کس نداشته، نداریم و نخواهیم داشت، ولی یک چیزی رو باور داریم، با افراد مفتخور نمیتونیم کار کنیم، چون میدونیم که اینها هدفشون فقط مفتخوری هست و دیر یا زود به مشکل برمیخوریم. اینه که ما میگیم اگر کسی فهم و شعور داره و میفهمه که اگر ما این ماشین رو به نام مردم تیوی آوردیم اینجا، یه راننده‌ای هم به نام سربی نشسته داخلش، به شما میگه آقا چون زبان هم رو میفهمیم، فردا صبح شما اگه میخوای بری اداره امیگریشن دکتر فلان، من میام در منزل شما رو میبرم. اگه شما شعور و فهم داری که خرج بنزینش رو اقلا بدی، من هر هفته میام شما رو میبرم. ولی اگه یه دفعه شما رو بردم دیدم شما فهم و شعور نداری و مفتخور هستی، خلاص، به قول خوزستانی. خب و اما مجاهدین و این ماجرای هفتم آبان یا پنجشنبه بود، نه جمعه هفتم آبان بود، پنجشنبه گویا حمله شده بود. یکی از دوستان ویدیو ساخته بود فرستاده بود، گفته بود آقای سربی شما نگاه کنید اینا گفتن ساعت 7:00 حمله شده، بعد نگاه کنید توی تورنتو هوا روشنه، اینها رفتن تظاهرات. ببین عزیز من، 7:00 به وقت عراق، به وقت محلی اونجا حمله شده و میبینید که اونجا تاریک بوده، موشک زدن اینها، ولی توی تورنتو اینها 4-5 ساعت وقت داشتن. کسایی هم که مجاهدن توی تورنتو پناهنده هستن و اینها، سر کار و زندگی که نیستن که، به قول معروف با 3 شماره میشه اینها رو حاضر کنی. این عکس‌ها و پلاکارت‌ها هم که حاضره، اینا میان تو خیابون وای میسن ردیف. البته ایشون گفته این عکس‌ها اصلاً مربوط به اینهایی که کشته شدن نیست و اینها به اصطلاح عکس‌های قدیمیه. من نمیدونم، اگر کسی این عکس‌ها رو دیده و میدونه و میشناسه میخواد صحبت کنه، خوشحال میشیم حتی از طریق اسکایپ مهمان برنامه من باشید، 10-15 دقیقه در این مورد صحبت کنیم. یک ویدیوی رو وقتی ما کلمه بلافاصله رو میگیم، خب غلطه، نمیشه بگیم همون موقعی که موشک میزدیم بلافاصله اینها رفتن ویدیو ساختن، ولی میخوایم بگیم که یعنی خیلی زود، تند، سریع، یکی دو روز بعد از اون مجاهدین یه ویدیویی رو درست کردن. خب میدونید اینها همه چی دارن، کارگردان دارن، فیلمبردار دارن دیگه، توپ و تانک و اسلحه که ندارن که. به قول دوستان گفت که آخوندا توپ و تانک و اینها رو گرفتن دادن به آمریکا، تار و تنبک و موزیک و این چیزا دادن دستشون و میان. یه فیلمی هست روی فیسبوک هم گذاشتم، یه خانمی میاد اونجا ویالونش رو بین همه این چیزایی که داغون شده، ویالون ایشون سالم، برمیداره ویالون میزنه و اونای دیگه هم شعر میخونن و گویا این رو تقدیم کردن به افراد جدا شده، به اونها دوباره فوش میدن، تهمت میزنن و اینها. و نمیدونم، خب حالا هی بله، نه ببخش، باید ما واقعا قدرشناسی کنیم، قدردانی کنیم، سپاس داشته باشیم. این سپاس که میدونید سه تا چیز رو پاس میداریم، باید یه روز پیداش کنم چرا میگن سپاس، چه سه تا چیزی رو پاس میداریم. از این آقای حسن داعی الاسلام که اگه ایشون نبود این تفسیرها رو انجام نمیداد، اولا نصف تلویزیون‌های ایرانی برنامه نداشتن،
از آقای کاردان گرفته، آقای میبودی گرفته، آقای آقازمانی گرفته. این اصلا مثل بگم چی پاش از اینجا اتون مثل عاقده هست که میرن عقد میکنن، 5 تا 6 تا مجلس میرن. آقای حسن دایی الاسلام هم همینه، از اینجا به اونجا به اونجا به اونجا the same thing رو میگه. ولی امروز گفت که از کرامات شیخ ما چه عجب، شیره را خورد و گفت شیرین است، یا ما به شوخی میگفتیم مشت را باز کرد و گفت یه وجب، مشتت را باز کنی میشه یه وجب. گفت از کرامات شیخ ما چه عجب، مشت را باز کرد و گفت یه وجب. آقای حسن دایی الاسلام کشف جدیدش که باید توی جدول مندلیف بنویسن اینه که این جیش المختار یا نمیدونم جیش الکوفت زهر مار توسط دولت جمهوری اسلامی ایران. آقا خب معلومه دولت جمهوری اسلامی الان سالهاست داره پراکسی وار انجام میده. شما که دیگه از عربستان سعودی گردن کلفتر نیستی، با عربستان سعودی در افتاده تو یمن، با نمیدونم آمریکا در افتاده تو سوریه، از اون ور تو عراق، هر جا که بگی داره پراکسی جنگ میکنه. حالا هم آمده با شماها که نه اسلحه ای دارین، نه توپی دارین، نه تانکی دارین، یکی یکی ببخشید من اینو میگم، ولی مثل برههای بیگناه قربانیتون میکنه. و شما هم وایسادید برید صحبت های آقای مسعود رجوی که نیست، یه نفر دیگه جاش مینویسه، یه نفر دیگه هم جاش حرف میزنه. من نمیدونم پس وجود این برای چیه. آمده ما هستیم و ما فلان میکنیم و یه مش شعار. تا کی هستی؟ تا بیان 30 تای دیگه تون بزنن. تا کی هستی؟ تا بیان 40 تای دیگه تون با ماشین و تانک بزنن. تا کی هستی؟ تا 50 تاتون پیر بشین و مریض بشین و از کف بری. مبارکتون باشه آقای حسن دایی الاسلام. اگه شما به 120 هزار شهید افتخار میکنید، پس ما به شما تبریک میگیم. این 27 تا بیچاره دیگه هم که به اونها پیوست و مجاهدین، خبررسانی، عکسای قدیمی یا آماده نشستن که یه فاجعه اتفاق بیفته و بیان بیرون تظاهر کنن. تغییر وقت بهار به جلو، پاییز به عقب. این آمریکایی‌ها برای هر کاری یه چیز ساده درست میکنن. توی مدرسه هاشون وقتی میخوان درس بدن به بچه ها، همه چیزها رو با سادگی یاد میدن. وقتی که این مسئله جلو بردن و عقب آوردن وقت پیش آمد برای اینکه انرژی رو به اصطلاح بیشتر ازش استفاده کنن، گفتن سپرینگ یا بهار فوروارد، بهار به جلو میریم، پاییز یا فال بکورد. یعنی توی بهار یه ساعت، وقتی که ساعت 2 صبح هست، 2 صبح روز یکشنبه، فکر کردن اون موقع همه تقریبا بیشترین آدم ها بیکارن، خوابن، سر کار نیستن، اون موقع ساعت عوض کنن کمترین اشکال به وجود میاد. 2 صبح روز یکشنبه ساعت رو توی بهار میارن یه ساعت جلو، 2 صبح روز یکشنبه اول نوامبر یا بله ساعت رو 1 ساعت میبرن عقب. اگر امروز شما از ساعت 2 نشستی منتظر ما بدقولی نکردیم، ما روی فیسبوک نوشتیم برای دوستان که ساعتاتون رو 1 ساعت بیارید عقب. این کار رو توی آلمان و اروپا چند هفته از کردن و دوستانی که از کانون آوا تماس میگرفتن با ما، به جای ساعت 6:18 به وقت اونجا با ما ساعت 17 یا 5 عصر برنامه داشتن. از اونها هم ممنونم. از این هفته همون 6 و خداییش برید بزنید، تایپ کنید، جستجو کنید، بخونید که نوشته این جلو کشیدن و عقب کشیدن وقت حتی ضررم داره. حالا از که ضرراش از لحاظ انرژی و اینها بماند، ما نمیخوایم مثل دیگر مجریان تلویزیون از ماجرای پشکل برای شما بدونیم و باز کنیم و بگوییم تا بمب اتم. نمیدونم، من عدد و رقمی به اون صورت ندارم. و اما شما میدونید که آقایی هست به نام محمد علی طاهری، بنیانگذار مکتب عرفان حلقه‌ای یا کیهانی، که حکم اعدام او از طرف مقامات جمهوری اسلامی تایید شده است. البته بعضی از طرفدارای ایشون میگن ایشون به اصطلاح اعتصاب قضا کرد و فوت شده و دولت جمهوری اسلامی این دروغا رو میگه تا مردم هیچ وقت نفهمن کجا به کجاست. یعنی خودش رو
چوپان دروغگو کرده دیگه، شما نمیفهمید واقعا اگه گفت اینو اعدام کردیم اونو کشتیم راست میگه دروغ میگه. ولی یک نشریه ای هست که آقای سیامک ستوده به اصطلاح اون رو منتشر میکنه به نام روشنگر یا روشنک رهایی، نوشتن سلام دوستان، به پیوست روشنگر 98 را همراه عرفان حلقه نوشته سیامک ستوده و خامنه ای رهبر من است از احمد پرتوی را برایتان ارسال میکنم، موفق باشید روشنک. بعد ایشون نوشته که عرفان حلقه، این روزها هواداران محمد علی طاهری بنیانگذار مکتب عرفانی کیهانی یا همان حلقه که حکم اعدام او از طرف مقامات جمهوری اسلامی تایید شده است، دست به تلاش‌های زیادی برای نجات جان وی زدند. ما در عین حال که از حق آزادی هر کس من جمله آقای طاهری در بیان عقایدش حتی اگر این عقاید از نظر ما ارتجاعی باشد با قاطعیت دفاع می کنیم، همانطور هم حق خود می دانیم که با قاطعیتی دوچندان نظریات خرافی و شیادانه او و دیگران را مورد نقد قرار دهیم. سیامک ستوده و این مقاله رو ادامه می ده. می دونید که من در برنامه ها همیشه گفتم کار تلویزیون این نیست که بیاد از روی مقاله از اول تا آخرش بخونه یا یه کتابی رو از یکی پول بگیره از اول تا آخرش رو بخواد صفحه صفحه بخونه. کارش اینه که بگه توی این کتاب این پاراگراف رو بخونه، وقتی که شما اینجا میگن curious جستجوگر شدید، کوست، حالت کوست، برید دنبالش خودتون پیدا کنید. اگر چیزایی رو که من در برنامه میگم نتونستید پیدا کنید روی گوگل و این ور اون ور، تا یکی دو روز بعد از این برنامه ها اگه تماس بگیرید من اینها رو نگه میدارم. هر موضوعی که من گفتم یا روی اینترنت هست یا توی فولدر پوشه زنکن نمیدونم برنامه های من هست و اینها رو تا برنامه بعدی نگه میدارم. ولی لطف کنید به من تماس نگیرید. آقای سربی 6 سال پیش بود با یه خانمی مصاحبه می‌کردی، من نمیدونم خانمه اسمش چی بود، نمیدونم درباره چی صحبت می‌کرد، میشه اون ویدیو رو برای من بفرستید؟ نه نمیشه. در صورت اینم از این ممنون. اجازه بدید از آقای علی شیرازی تشکر کنم که نوشته بیل گیت says that capitalism cannot save us from climate change. climate change یا همون به اصطلاح گرم شدن کره زمین را هم میگفتن. بعضیا گفتن نگین گلوبال وارمینگ، نگین گرم شدن کره زمین، چون بعضی جاها حقیقتا داره سرد میشه و همین سرد شدن هم نشون میده که آب و هوا تغییر کرده و این تغییرات باعث میشه که یه جاهایی یه اتفاقات بدی بیفته. مثلا آب توی قطب شمال اگر یخها برفا آب بشه بیاد بالا، این خرسا و اینها جایی ندارن که زندگی کنن. در صورت از طرفی مثلا گفتن که تا چند مدت دیگه در میدل ایست، در خاورمیانه، در اون منطقه خلیج فارس و حول و حوشش انقدر هوا گرم میشه که کسی قادر به زندگی کردن اونجا نیست. و میدونید که آقای بیل گیت به اصطلاح دانش آموز باهوش و اینهای نبوده، ولی بعدن به خاطر این مایکروسافت و اینها موفق شده. حالا چون موفقم شده خواهی بیشتر میره میخونه و مطالعه میکنه و درگیر هست، پول میده با اینایی که اونها تحقیق میکنن. ایشون گفته که بیل گیت گفت که کپیتالیسم سرمایه‌داری نمیتونه ما رو از این تغییرات درجه حرارت نجات بده و باید فکر کرد که به اصطلاح با این ببینیم چه باید کرد. میگم که یک خانمی ایرانی از آتلانتا با خانم ایمی گودمن توی دموکراسی ناو مصاحبه میکرد، من این برنامه رو دیدم، خیلی خانم با سوادی بود در رابطه با این مسائل فینانس، مالی، فینانشال یعنی امور مالی، و کتابی نوشته How the Other Half Banks، اون نیمه دیگه جامعه
چجوری از بانک استفاده میکنن. این خانم اسمش هست مهرسا برادران. من توی آلمان که بودم یه آقای برادرانی میشناختم، ایشون قهرمان پینگ پونگ بود. نمیدونم که این خانم مهرسا برادران هم این فامیل همسرش هست، فامیل خودش هست، یا به ایشون anyway فامیلی برادران تو ایران معروف بود. این مصاحبه رو اگه دوست داشتید ببینید، به انگلیسی خیلی قشنگ ایشون توضیح داد. من چند مدت پیش با همسرم داشتم میرفتم به طرف واشنگتن، به خانمم گفتم متوجه شدی چقدر این شرکت هایی که به مردم میگن تایتل ماشینتون رو بیارید ما بهتون وام میدیم، چک هفتگیتون رو بیارید ما براتون نقد میکنیم، متوجه شدی چقدر زیاد شده؟ اون وقتا اینا فقط تو محله های فقیر بود، تو محله های بد بود، چرا الان همه جا اینجوری شده؟ این خانم برادران این رو به نحو خیلی احسن توضیح داد که بانک ها براشون سود نداره دیگه به مردم معمولی کار کنن و اینها، و آمدن نوع کار کردنشون عوض کردن و بعضی از این بانک ها به این صورت دارن توی جامعه نفوذ میکنن و خیلی بده. اینها مثل شارک لون بهشون میگفتن، اون وقتا دوربر این قمارخونه ها تو آتلانتیک سیتی و اینها بود، و بعضی از اینها مثلا 100 دلار به شما قرض میده، تا روزی که این 100 دلار رو پس بدی یه دفعه شما میبینی 2000 دلار پول دادی. یعنی واقعا اون ماجرایی که میگن نزول آدم رو بیچاره میکنه اینهاست، نه اینکه بانک. من وقتی خونه اولم رو خریدم، تازه از داداشم خریدم، چقدرم خوشحال که اون بدون اعتبار و اینا امضا کرد داد به ما، 18% اینترست میدادم سال 86. خیلی خوشحال بودم که تازه منی که پام گذاشتم اینجا، ببخشید 87 86 آمدم اینجا بدون هیچ چیزی، دارم یا آپارتمان دارم زندگی میکنم اینها. خب آقا اون بانک 18% به من از من سود میگیره، مخارج و جا و بعد از این لونا میسوزه، خراب میشه کارمند و فلان اینها. البته اونا هم زیاد میگرفتن. اینه که ما تونستیم خونه دار بشیم، اینه که شما تو 30 سال تو آمریکا به هر بدبختی باشه میتونی منزل داشته باشی. ولی الان با وجودی که اینترست ریت زیرو، یعنی دولت یا بانکای دولتی پولا رو میدن به این بانکای گردن کلفت بزرگ 0%، صفر مالی چیز اینترست نده، و این باید فقط خرج خودش و حقوقش رو اینا رو در بیاره به من و شما بده 2% 3%. همین الان هم 5-6-7 میگیرن، نقره داغ میکنن. ولی با همه اینها خیلی مشکلش کردن. چجوری مشکلش کردن؟ وقتی که اون سال 2008 با نادانی های این جورج بوش به اصطلاح اکانومی اینجا واقعا سقوط کرد، اصلا این کلمه ایستاد و وایستاد و فلان اینا نه، داشت سقوط میکرد، اینها دیدن اگر این بانک ها رو به اصطلاح پول بهشون ندن بانک ها ورشکست میشن و میرن، که الان خانم هیلری کلینتون میگه اگه من بودم میذاشتم اینها ورشکست بشن برن، اگه کسی بلد نیست بیزینس کنه بره دنبال کارش، اونی هم که مسئولش زندگیش از دست بده، خونش از دست بده، حتی دادگاهی بشه. ولی اینجوری نشد، بونس های خیلی بزرگ و اینها گرفتن. بذارید من ببینم که دوست عزیز روی برنامه هستم، میخواین صحبت کنید یا میخواین من جواب الو ایشون نمیتونن بگیرن. بله بله فهمیدم. من برای ایشون نوشتم که ببینید شما وقتی کامپیوتراتونو آپدیت میکنید باید ادآن یا خوشی خدمتتون باشه. بله. من بگم بله بله الو بفرمایید. بگید این خانم بلده. آها دوست عزیز من سوربی هستم، این برنامه زنده است، ولی خب بد نیست حالا برای دوستانی هم که میشنون ما بگیم. اونهایی که برنامه ما رو نمیتونن به صورت زنده از تلویزیون مردم از وبسایت مردم تیوی دات کام ببینن، پلیر ویندوز رو باید داشته باشید. به غیر از اون اگر از براوزر فایرفاکس، اینترنت اکسپلورر، کروم استفاده میکنید باید پلاگ این یا ادآن اونها رو هم داشته باشید، و به غیر از اینکه اینستال میکنید اکتیوش هم بکنید. متاسفانه این مشکلیه که درگیری های آقای بیل گیت و
گوگل و اینها ما رو به این روز انداخته. و الا قدیما شما کامپیوترهای ویندوز که داشتید خود به خود ویندوز میدیا پلیر کار میکرد. این مشکله. حالا من میتونم بعد برنامه با آقای میرزا آقاسی یا دوستان اگه مشکل داشتن این رو از طریق تیم ویور براشون درست کنم. متشکرم. من هم از شما متشکرم. بهتون تبریک میگم. تلویزیون پیوند رو من اول برنامه تبلیغش رو کردم در برنامه خودم سوربی با مردم. مرسی عزیزم. خدا نگهدار. به امید دیدار. خب دوستان عزیز، این دوستان بودن از تلویزیون پیوند و چون من بهشون گفته بودم که به غیر از این که روی فیسبوک میذارم امروزم توی برنامه پروموت میکنم، خواستن ببینن نتونستن. اگه شما هم نمیتونید برنامه های ما رو به صورت زنده تماشا کنید دوستان، اشکال از کامپیوتر شماست. هی نگید من قبلا میتونستم، شما یه چیزی عوض کردی. ما چیزی رو عوض نکردیم. شما مثلا کامپیوترتون رو آپدیت کردید، بروز کردید، این ادآن یا پلاگ این که اونم یک ببخشید کوفتی شده مثل این اپای هست که رو تلفن‌های دستی هست اینه، و باید یه دونه ادآن یا پلاگ این مربوط به خود براوزر رو بذارید. من امروز با یه نفر یه صحبتی داشتم، ایشون برای من ویدیو درست کرده بود فرستاده بود، سخنی با سوربی، من هم جواب ایشون دادم. متاسفانه آمریکایی‌ها یک ضرب المثلی دارن، اینا میگن اولد سین یا اسلنگ هرچ، میگن که کسانی که نالجشون کمه، داناییشون کمه، خطرناکن، چون اینها خیلی چیزها رو اشتباه میکنن، قاطی میکنن. مثلا این دوست ما همه چیز کامپیوتر رو فقط گوگل یاد گرفته، اونم گوگل یاد نگرفته که بابا این گوگل 100 تا سرویس مختلف داره، یکیش انجین جستجوگره، یکیش براوزره، یکیش نمیدونم پرووایدره، یکیش فلان. ما وقتی میگیم گوگل باید بگیم کدوم گوگل. این میاد با دوستاش صحبت میکنه، یه چیزایی به اونها غلط میگه، چون اینفورمیشن غلط به اون دوستان میده، اون دوستان با وجودی که واردن به این غلط برمیگردونن میگن. بذارید من اینو بنویسم بعد با ایشون تماس بگیرم. در هر صورت دوستان عزیز، من ازتون عاجزانه خواهش میکنم، این عاجزانه که من عاجز شما نیستم، عزیزی هم ندارم، مجدانه به صورت جدی ازتون خواهش میکنم هر روز یه چیزی رو در یه رابطه یاد بگیرید. تا یه انقدر یاد گرفتید فکر نکنید همه چیز رو میدونید. همش بگید که من میدونم ولی کافی نیست، میخوام بیشتر بدونم، برید دنبال اون. در هر صورت اینم ماجرای این، و خوشحالم که این دوستان زنگ زدن که به شما بگم اگه این برنامه ها رو روی فیسبوک میتونید ببینید، اگه این برنامه ها رو روی یوتیوب میتونید ببینید، بعد از برنامه زنده و در موقع پخش برنامه زنده نمیتونید ببینید، اول باید مطمئن بشید که شما پلیر ویندوز رو دارید، اگه سیستم کامپیوترتون ویندوزه. اگه مک و اینها هست ما کاری با اونا نداریم، اونا برن از روی یوتیوب نگاه کنن، برن از روی چیز. و اتفاقا دیروز من با آقای دکتر میرزا آقاسی گفتم که آقای میرزا آقاسی، من این کاری که شما کردی، یوتیوب لایو استریم پیوند نمیدونم تولیکس این اون، این مثل این میمونه که شما یه تیکه نون داشته باشی، اینا هی تیکی 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 کنی، بعد نگاه میکنی میبینی دادی به اینو اردکه خورد و نمیدونم اون بوزه هم خورد و پرنده هم خورد، چیزی دست خودت نیست. من سعی کردم اگه یک قرص میگفتن دیگه، یک قرص نون داریم، یه قسمت دو قسمت خودمون رو، اینجا آمریکایی‌ها میگن خیلی نکشش، شما خمیر رو اگه خیلی بکشی سوراخ میشه، بیشتر بکشی پاره میشه. اصلا ما دیگه رسیدیم به یه جایی که فهمیدیم که اگر کسی بخواد سوربی رو نگاه کنه، سوربی زیر 7 تا سنگ هم اگه قایم بشه اون میاد دنبالش. پس شما باید تبلیغ کنید، اول خودتون رو بشناسونید از طریق فیسبوک، از طریق سوشال میدیا، نه اینکه هی خودتون رو پخش کنید این برون ور، میای تو اتاق 30 تا کامپیوتر وور 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 داره کار میکنه، 30 تا لینک این برون ور، ولی یکیش داره اونو پخش میکنه، یکیش داره اونو پخش میکنه. اگه بیننده زنگ بزنه به شما، شما نمیدونید این بیننده داره چی رو نگاه میکنه، از کجا نگاه میکنه. به نظر من
اونها اون وقتا میگفتن که اونایی که یه کار همه کار رو همه چیز رو میدونن، اونایی که 100 تا کار هیچ چیزی هم بلد نیستن. اینم از این ممنون ازشون. و اما آقای مینویی چهارشنبه ها برنامه دارن، برنامه هاشون هم هر روز از تلویزیون مردم پخش میشه تا هفته دیگه چهارشنبه، و ایشون چندین بار درباره رضا شاه و شیخ خزعل صحبت کردن و یه صحبتی هست که اگر رضا شاه انگلیسی بود، شیخ خزعل هم که مدال از انگلستان گرفته بود، چجوری انگلستان اجازه داد که رضا شاه بره شیخ خزعل رو دستگیر کنه، نابود کنه، از بین ببره یا اون قسمت خوزستان رو آزاد کنه. اگه کسی در این مورد اطلاعاتی داره و مایل هست صحبت کنه، من خوشحال میشم 10 دقیقه ربع ساعت مهمان برنامه ما باشه. درباره آقای دکتر نصر احمدی که همه اینها رو به خوبی میدونه، دوستی سوال کرد که برنامه ایشون رو بخوایم حمایت کنیم ساعتی چنده. ببین دوست عزیز، من از سال 2006 تا حالا یک بذار بهتون نشون بدم، روی صفحه مردم تیوی هم اگه برید میبینید نوشته نرخ‌ها و اینها، و یه عکسی هست، این رو هم بیژن برای ما درست کرد، هر جا هست یادش بخیر، یک پسر جوونی بود که آمد و یه مدتی به ما کمک کرد، بعدم دیگه رفت سراغ کار و زندگیش. ببینید این عکس رو ایشون گذاشته بود، من بیارمش اینور، این خانم خوش هیکل و خوش رو را، بله ببینید این ما از سال 2006 تا حالا این چیزا رو داریم که نوشته نرخ برنامه و آگهی در تلویزیون مردم، هم به انگلیسی تا اونجایی که انگلیسیمون بلد بودیم نوشتیم که برنامه زنده ساعت 50 دلار، مینیمم 2 ساعت، و هم به فارسی نوشتیم برنامه ضبط شده ساعتی 20 دلار، حداقل 1 ساعت، یعنی اگه یکی 3 دقیقه فیلمم فرستاد، ما برای که این فیلم رو بگیریم در دستگاه بذاریم اینها، باید ایشون 20 دلار بده. ولی ما چه کار کردیم؟ ما گفتیم بابا خدا نشست و با سنگ و سنگ تراش و اینها روی سنگ قانون ده فرمان رو نوشت، داد دست حضرت موسی، حضرت موسی هم از اون بالا هلک هلک آمد پایین، به مردم گفت دیگه این رو سنگ نوشته شده، ولی مردم اجرا نمی کنه. حالا این نوشته ما که رو سنگ هم نیست، خب پس اونم اجرا نمی کنه. به مردم میگیم بابا همت عالی، یعنی چی؟ فقط ما میخوایم از اون موقعیت مفت خور بودن بیایم بیرون. اگه شما تماس بگیری بگی آقا من میخوام برنامه بذارم، روز ساعتی 20 دلار ندارم، ساعتی 10 دلار دارم، شما فکر میکنید من انقدر احمقم که بگم نه آقا برو هر وقت 20 دلار داشتی بیا؟ میگم آقا بذار اینو نشون میدیم، شاید دو نفر دیگه هم بیان. ولی زرنگی نکنید، هر کدومتون میایین بگین من ندارم، آقا اصلا شما نمیدونی پدر من یتیمه، پول ندارم، فلان میسن، این کارو نکنید. اون چی میگن، ابهت و شخصیت خودتونو برای 5 دلار 10 دلار خرد نکنی. والا وقتی میری یک کافی میخوری روزا 5 دلاره، 5 دلاری میدی طرف نمیدونم 30 40 سنت یه دلار بهت بس میدی، رود نمیشه ورش داری، ولش میکنی اونجا بریزت تو اون قطیه برای تیپ. اون وقتا اینجا هوا مجانی بود، الان برای هوا هم ازت پول میگیرن، باد که میخوای بزنی تو ماشینت هوا هم ازت پول میگیرن. اینم از خب تغییر وقت رو گفتم به بهار و اینها، یه ساعت رفته عقب یه ساعت آمده جلو. آیا به نظر شما کاری بیهوده است یا هوده و مفید؟ میدونید بیهوده، کلمه هوده یعنی مفید، ولی استفاده نمی کنیم که بگیم بیهوده باهوده، میگیم بیهوده و مفید. به نظر شما مفید بوده یا نه؟ اینجا نوشتم از کرامات شیخ ما چه عجب، شیره را خورد گفت شیرین است. آقای حسن دایل اسلام بالاخره آمدن، و خب دیگه کسی که دنبال رو رجبی باشه هوش و چیش هم بیشتر از این نباد انتظار داشت. اولا برادر ایشون و خواهر ایشون اگه اشتباه نکنم هنوز گویا توی سازمان مجاهدین هستن. دوم این که ایشون کشف کرده که جیش المختار از جمهوری اسلامی کمک میگیره. خب چشم ما روشن، حالا برنامه‌تون چیه؟ حالا با کدوم چوب جارو میخواین بریم با جیش المختار به جنگید؟ شمایی که ستلیت دارید در آسمان از فردو و کهریزک و نمیدونم کجاها عراق و اینها فیلم میگیره، عکس میگیره، میده به اسرائیل و میده به آمریکا، پشت در اشرف شما ندیدید 4 تا بچه فسقلی آمدن زدن همه رو کشتن رفتن؟ والله خجالت بکشید. پریروزا داشتم با مرداد صحبت میکردم،
باز مهرداد این ضبط صوت: میدانید اینها که آنجا مانده اند برای اینکه اگر بیرون بیایند کشته میشوند. دیدید آقای شاه مسعود را کشتند و از اینجا برایش هم نمیدونم حمید کار. خب آقا اگه اینجوری تمام رهبرا باید غایب باشن، فلسفه امام و حضرت زمان. اوکی برید غایب باش برید. و اما نوشته که دیدبان گفته که این وبسایت های مختلفی هست که به عنوان خبر و خبرگزاری اینها در ایران هستند و هر روزم بیشتر میشن. امیدواریم انقدر بشه که هر کدومون یه تلویزیون داشته باشیم، هر کدومون یه وبسایت داشته باشیم، هر کدومون یه صفحه فیسبوک داشته باشیم و بشینیم خودمون رو نگاه کنیم، کاری به کار کسی نداشته باشیم. خودگویی و خودخندی عجب مرد هنرمندی. خب اینم همینجور داره میچرخه تا بیاد. معمولا این وبسایت‌های دوزاریه، از راشا و چاینا و اینها میگیرن و تا 5 نفر میان نگاه میکنن، این وقتی میخواد وصل بشه یه نیم ساعتی دورش میچرخه تا آدم بگه آقا نخواستم. این را هم خودم فرستادم برای خودم، ولی مال خبر دیدبان بود. ببینیم حالا تا این مثل کتری که میذاشتیم رو گاز تا جوش بیاد ما بریم جای دیگه و بیام، نه آمد صفحه اصلی تماس با ما دوشنبه 11 آبان. آها KFC آغاز اولین رستوران در تهران. دوستان عزیز این رو ما قبلا هم نشون داده بودیم، قبل از برجام هم نشون داده بودیم. نه این، به غیر از این رستوران های قلابی دیگه ای هست که اسمها رو دزدیدن. حقیقتا مشدونالد اسم مشدونالد رو از مکدونالد کپی زده و اگر این یه روزی ایران و آمریکا به اصطلاح با هم چیز کنن، یکی یکی دنبال اینها میرن چوب تو آسینشون میکنن. این رستورانی که به فارسی نوشته KFC Kentucky Fried Chicken، این من فکر نمی کنم امتیازی داشته باشه. اصلا اونها نمیذارن اینا اینجوری منیج کنن، اینجوری به اصطلاح آپریت کنن. یا در هر صورت نوشته که KFC حلال. من اصلا نمیدونم، شاید هم KFC تو کشورهای عربی مثلا حلالش رو راه انداخته باشه، چون اینها برای پول همه کاری میکنن. در صورت این هم ممنون از دوستان، ولی این کاری به این برجام و توافق اینها نداره، کاری به این داره که ما ایرانی ها خیلی زود کپی میزنیم، تقلب میکنیم و این کار رو سالهاست که کردن. و اما میدونید که مجاهدین چون اسم مجاهدین رو خودشون هم خجالت میکشن بگن، از سایت های مختلفی از اسم های مختلفی استفاده میکنن، ولی همشون یکی هن. مثلا اینجا نوشته بغداد نمیدونم deadly attack on Iran opposition camp، این گزارش داده همین ماجرایی رو که امروز هم روز نوامبر 2 نوامبر گزارش داده همین ماجرا. و اینها ببینید اینها جنازا ردیف عکس میگیرن، فردا اینها قاب میشن، پس فردا خانم رجوی میاد روی این قاب ها عکس میندازه به اصطلاح و الی آخر. دو تا سناتور ورشکسته و عقب افتاده آمریکایی را میارن و به اون بیچاره ها، به اون دوست ما مثل مهرداد و اینها میگن ما داریم پیروز میشیم و دوباره روز از نو، روزی از نو تا 40-50 تای دیگه یه جای دیگه اینها جونشون رو از دست بدن. و اما اون رو گفتیم، اون رو هم گفتیم، خانم مهرسا برادران رو گفتیم، دیدبان KFC در ایران رو گفتیم و Organization of ایران که اینم هیچ کس و هیچ چیزی نیست به غیر از مجاهدین و همون که گفتم خجالت میکشن که بگن اسمشون این هست. دیگه کسی اگر خجالت میکشه که بگه اسمش کیه دیگه خودش باید بمونه. و اما یک ویدیوی رو آقای مهری با آقای عباس میلانی صحبت کرده، خیلی جالبه، من این رو هم روی فیسبوک گذاشتم. دوستان روی فیسبوک ما بیاین، نمیخوایم عضو بشید مای 10 دلار بدید، لایک بزنید، فالو کنید که وقتی ما میذاریم اینا رو براتون خبرها فرستاده بشه. اسناد سری اردشیر زاهدی در دانشگاه استنفورد کالیفرنیا. گویا آقای زاهدی میدونید میگن که در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبری است، ورنه هر گبری به پیری میشود پرهیزگار. اینا دیگه حالا چون پیر شدن میخوان پرهیزگار بشن و با آقای میلانی قرار مدار گذاشته و کتاباش و نوشتهاش و اسناد و اینها رو هدیه کرده به دانشگاه استنفورد. و این رسمه، من چند مدت پیش همین موقعی که آقای میرزا
آقاسی اینجا بودن توی دانشگاه جورج تاون، یه اتاقی رو 20 میلیون دلار یه خانواده یهودی داده بود، کتابای خودشون هم داده بودن که اونجا نگه دارن، یه اتاق 20 میلیون دلار. ولی یه پروفسور دانشگاه جی دبلیو جورج واشنگتن، خیلی دانشگاه معروفیه، نشسته اونجا به عنوان کتابدار این اتاقه، پروفسور. این کار مرسومه، ایرانی هم دارن این کار انجام میدن. آقای اردشیر زاهدی توی مصاحبهش گفته که بله، بین من و شاه نامه های محرمانه اینجوری میرفته، ما یک یادتونه تو فیلم های مدارکی رو میبستن با بریک به دست یه نفر که این نتونه کاری بکنه، میبرد اون کلید داشت و اینها. گویا شاه و اردشیر زاهدی هم خیلی از این فیلم های جیمز باندی دوست داشتن، این یک کلید داشته، اونم یک کلید داشته، تو ایران مدارکشون که مینوشتن میدادن توی این، میبستن به دست یه نفر که من نمیدونم اون یه نفر از اینجا از واشنگتن تا تهران دستشوی و اینا چجوری میرفته با این کیف سامسونت که به دستش زنجیر بوده، لابد میذاشته رو سرش اونجا مینشسته کارشو میکرده، بماند. بعد شاه با دست خودش نامه مینوشته، مثل این که ما با پامون نامه مینویسیم، آقای اردشیر زاهدی هم با دست خودش نامه مینوشته، یعنی میخوان بگن انقدر محرمانه بوده که حتی به یک کسی دیکته نمیکرده. خلاصه اون رو هم بهتون پیشنهاد میکنم ببینید، بعد نشون میده که آمریکا از همون موقع هم توی حتی سفارت آمریکا ایران هم گوشی گذاشته بوده، حرفاشون رو گوش میداده، کدی که درست کرده بودن این کد رو به اصطلاح کد شکن کرده بوده. ممنونم از علی شیرازی عزیز، این خبر رو هم ایشون برای من فرستاد و من بعدن گذاشتم روی به اصطلاح فیسبوک مردم تیوی. و اما این دوستمون نوشته کاکو جان سلام، گویند این چیه، بشرویه است یا بشرویه که دهستانی بین فردوس یا فردوس و طبس می باشد، با سوادترین و با ایمانترین افراد را دارد. قابل ذکر است که مغازه‌داران هنگام فروش جنس آیه می خواندند و هنگام نماز مغازه درش باز بود. البته قرن 4 تا 5، آقا قرن 20 خود بنده رفتم بندر عباس، از اونجا سوار شدم با لنج، که خدا نصیبت نکنه. چه لنج، یه تیکه تخته 100 نفر سوار میکنه میبره اونور، و اونجا زور وقتی داشتیم خرید میکردیم و اینها، یه دفعه دیدیم خلوت شد. من با عمم بودم میگه به درد عمت میخوری، منم با عمم بود. بعد گفتیم چیه، عمه ما چون دامادش اهل بندر عباس بود و اینها، گفت که بله اینجا الان میرن نهار، بعدم یکم استراحت میکنن میان، ما هم بریم یه جایی نهار و اینها. گفتم این چیزای سنگینه چیکار کنین؟ گفت شما همینجا بذاری زمین. گفتم اینجا تو خیابون؟ گفت همینجا بذاری زمین، هیچ کس دستش نمیزد. بله تو قشم هم اینجوری بود، جای دیگه هم اینجوری بود. حالا این که مال شما میگی قرن 4 و 5 بوده، من قرن 20 این رو دیدم. و اما در رابطه با ویدیویی که مجاهدین درست کردن براتون گفتم اول برنامه، روی فیسبوک ما هم هست، آقای قربان علی حسین نژاد نوشته کلیپ جدید روزبه و طاهر در ویرانه های خونبار لیبرتی. جالب است، حتما ببینید و گوش کنید. رجوی این وقتی نوشته بودی آقای حسین نژاد کلاش، من فکر کردم شما نوشتی رجوی کلاش، رجوی کلاش، این منظورش کلاشینکوفه. میدونی کلاشینکوف هم اسم اون کسیه که این اسلحه رو درست کرد، اون راشا، اون کسی که این اسلحه رو درست کرد اسمش کلاشینکوف بود، اسم همونو گذاشتن رو اسلحه. رجوی کلاش اینها را از دستشان گرفته و داده به آمریکایی ها و به دستشان تار و تنبک و تنبور و ویالون داده تا در بارای سر کشتگان و یا به روی خون آنان در ویرانه‌های لیبرتی شعر و شعارهای 30 ساله که همگی هم نخنما شده تکرار کنند و منتظر وعده رجوی برای کارزار یعنی قتلگاه بعدی شوند. این کلیپ را محمد اقبال در یوتیوب همراه با فوش‌های معمولی و سابق و لاحقش یعنی حق نبوده، به خواهر خود و دیگر منتقدین رهبرش گذاشته و به فرزندش هم یاد داده
که به عمه‌اش به جرم مصاحبه با بی بی سی با تأکید بر فوریت انتقال بگوید عمه جان فرومایه، توصیفی که حتما در اوبرسورواز از شهرزاد صدر یاد گرفته که همراه برادرش علیرضا به عمویشان علی اصغر حاج سید جوادی عمو جان فرومایه میگفتند. این را میگویند و آواز این را میگویند آواز خواندن در تاریکی. من این ویدیو را براتون گذاشتم روی فیسبوک، برید ببینید. ما ویدیوهایی که مال دیگران باشه نمیخوایم نشون بدیم، نمیتونیم نشون بدیم، یعنی اگه میخواستیم هم نمیتونیم نشون بدیم، چون نشون که میدیم بعد یوتیوب ما را اذیت میکنه، آرشیومون رو ریجکت میکنه، یعنی پس میزنه، میگه برو این چیه، رفتی فیلم دیگران رو دزدیدی و الی آخر. پیوند تیوی رو من دیروز هم که با اینها صحبت میکردم ساعت 4:30 به وقت ما بوده یادداشت کردم، برای خودم ایمیل فرستادم. دوستان هر وقت یه چیزی به خانمتون، به پسرتون، به دخترتون، به شوهرتون میگید که فردا یادم بیار، این همون موقع به خودتون تلفن بزنید، برای خودتون پیغام بذارید، به خودتون یه مسیج بفرستید، به خودتون یه ایمیل بفرستید. البته میدونم باعث میشه که مغزمون یکم اسلو بشه و ما بیشتر به تلفن و ایمیل و مسیج و اینها وابسته بشیم، ولی با این زندگی شلوغ که از صبح تا از هزار تا دستگاه و گجت جدید و برنامه‌های جدید داریم، خب اگه بخوایم بگیم نه آقا من همه چی یادم میمونه، مثل همون موقعی که 18 سالم بود. اولا موقعی که ما 18 سالمون بود مگه تو زندگیمون چند تا چی داشتیم؟ مثلا فردا قرار بود ما با هادی نیازمند بریم سینما، خب معلومه که یادم میمونه. یا فردا قرار بود با پسرمون بریم فوتبال بازی کنیم، معلومه که یادم میمونه. الان که ساعت 9 باید به یکی زنگ بزنم، 9 در دقیقه به یکی زنگ بزنم، 10 به یکی دیگه دروغ بگم، 11 به یکی دیگه دروغ بگم، خب یادم میره. این به خاطر این تقویم آوردن، به خاطر این توی همه تلفنامون تقویم هست، پلانر هست، نمیدونم هر چیزی که بگید هست، من اونجا نوشتم و خیلی هم خوشحالم که توی اینم نوشتم که یادم باشه. و اما آقای سهیلی نوشته دلار بعد از مدت ها قله 3500 تومانی را فتح کرد. پرواز دلار در معاملات امروز و بازار ارز دلار بعد از مدت‌ها قله 3500 تومانی را فتح کرد و با 25 تومان رشد قیمت 3515 تومان داد و ستد شد. فروش دلار در رقم 3515 تومان در طول سال گذشته بی سابقه محسوب می شود. یورو نیز با 25 تومان رشد به 3088 تومان، صفرش پریده این ورم. بذارید من نشونتون بدم که شما دوستان ببینید این نوشته های ایرانی چه بلایی بعضی وقتا سر ماها میاره. و مثلا ببینید همینجا در معاملات نوشته معام آلت، این یکی پایین یه چیز دیگه بود، آهان محسوب می شود، ببینید نوشته محسوب مه یه شود. اینا رو شما میتونید توی حتی نوشته هاتون بچسبونید، به هم درست کنید، فیکسش کنید و برای دیگران بفرستید، یا ازش عکس بگیرید. وقتی ازش عکس بگیرید اون عکس دیگه نمیتونه حروف رو خراب کنه و طرف از رو عکس میتونه ببینه. در هر صورت قیمت نرخ طلا و فلان اینها، بعد نوشته که تحلیل سفار هرندی از برقراری ارتباط با آمریکا گفته آمریکا دیگر بچه پولدار دهه 70 میلادی نیست، ارتباط با آمریکا تباهی به دنبال دارد، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام. با اشاره به تلاش برخی برای برقراری با آمریکا گفت تلاش برای نزدیک شدن با آمریکا چیزی جز تباهی برای ایران ندارد. میبینید که نظرها در این مورد واقعا مختلفه. حتی در دوره دولت ایران یا حکومت ایران یه سریشون پرو هستن، موافقن که این برجام بر هرچی توافق بشه، یه سری مخالف هستن. در بین مخالفین دولت و حکومت جمهوری اسلامی هم در خارج ما ببینیم یه سری میگن آقا اینجوری بشه که مردم قوی بشن، تکلیفشون با آخوندها معین کنن، یه سری میگن نه آقا باید مردم گرسنگی بکشن، از گرسنگی بیفتن به جون آخوندها، قشنگ اینا رو تیک تیکی کنن و مثل گوشت نمیدونم قیمه بخورن. ما دیگه نمیدونیم، قرار نبود ایرانیای بیچاره از گشنگی، گوشتخوار، آدمخوار،
آخوندخوار بشن. این هم از این. و اما ساعت 2:59 است. بذارید بریم، یک آگهی ما بیشتر نداریم. خجالتش برای اونایی که بیزینسی دارن، شغلی دارن، برنامه ما رو نگاه میکنن ولی آگهی به ما نمیدن، چون هنوز توی وجودشون ترسه که ای مبادا من آگهی بدم به تلویزیون مردم، بعد یه نفر بگه چون توی تلویزیون مردم بودی من به تو کار نمیدم، یا کفش از تو نمیخرم، یا چلو کباب از تو نمیخرم. ننگ بر من و شما که از ایران در رفتی آمدی اینجا، توی آمریکا، توی اروپا، خودت از خودت میترسی. بریم پتروس عزیز رو ببینیم، هندیمن و جرعه آب بنوشیم و برنامه رو با هم پی خواهیم گرفت. ممنونم از شما که با ما بودید و هستید، با ما باشید، به دیگران هم تلویزیون مردم معرفی کنید و این برنامه ها رو بعدن اگر از یوتیوب یا از فیسبوک یا هر جای دیگه ای میبینید، به اصطلاح به قدمی، به قلمی، به درمی حمایت کنید. اگر یه جایی هست که با لایک زدن، با سابسکرایب شدن، با فوروارد کردن، با شیر کردن، خودتون بهتر از من میدونید. گفت گرخانه اگر کس است، یک حرف بس است. شیرازی ها میگن آردار اشاره، بیار مناره. خودتون دیگه میدونید. مرسی. پتروس با 25 سال سابقه کار در آمریکا، هندیمن، لایسنس، باند، بیمه، کهنخانه خیش آراستن به از خانه دیگران زیستن. خانه کهنه و قدیمی خود را توسط پتروس هندیمن به خانه شیک و دلخواه مبدل سازید. انجام کلیه کارهای ساختمانی، لوله کشی، نجاری، نقاشی، کاشیکاری، برق و غیره. پتروس هندیمن به 3 زبان فارسی، ارمنی و انگلیسی با شما صحبت می کند. 7 روز هفته از 7 صبح تا 7 شب در خدمت شماست. شماره تلفن تماس ایریا کد 818-209-6052. خب دوستان عزیز، خیلی وقت من شما رو ندیدم، اصلا دیگه قیافتون یادم رفته بود، چون اصلا قیافتون نمیدونم چیه. در هر صورت دیدید که چقدر کوتاه و مفید و مختصر. اگر کاری دارید که فکر میکنید آقای پتروس میتونه کمکتون کنه یا براتون انجام بده، به خودتون دردسر ندین، خودتون رو ندین برق بگیره، گازتون منفجر بشه، لوله آب رو بزنید به ترکونید و اینها، قشنگ به ایشون بگید بیاد براتون درست کنه و شما هم براش یه چایی درست کنید و لذت ببرید. ببینیم که امروز براتون چی گذاشتم تا نوبت آقای اجلالی بشه و ما بریم. اسناد سری ارشیر زاهدی رو براتون گفتم. اگه کسی مایل هست که این ویدیو برای دیگران پخش بشه، $10، $5، $20 بده، بگه آقای سوربی اینو، نه آقای سوربی هم نمیخواد بگی، بگو سوربی اینو برای دیگران هم پخش کن تا ملت بفهمن چی تو شد که ای تو شد. خب کلیپ جدید رو گفتم، پیوند تیوی رو گفتم، آمریکا دیگر بچه پولدار نیست رو گفتیم و این دهستان رو در ایران گفتیم که من فکر نمی کنم این جمع بستن ها، مثلا ما در منطقه فارس میدونیم و میگیم که اهالی نیریز، از یاد تو شیراز نیریز هم میگن، اهالی نیریز خیلی با سوادن، ریاضیاتشون خوبه اینها، ولی فکر نمی کنم مسابقه گذاشته باشن ببینن مثلا ایران شیرازی که اون موقع نمیدونم 1 میلیون بوده، حالا 4 میلیون، نیریزی که 100,000 نفر بوده، اینا ببینن تو این 100,000 تا چند تا نابغه ریاضی تو اون چی بوده. همینجوری مثلا توی معلمی توی من یادم آقای اشرفی اینا بچه های استوانات نیریز بودن، یا آقای آقای نظری بچه نیریز و استعبونات بود، اینا وقتی مثلا معلم ریاضی بودن طرف میگه آقا هر چی معلم ریاضی از اونجاست. نه بابا، دوتا ما معلم ریاضی داشتیم، یک آقای نظری بوده، یک آقای اشرف، ممکن بود توی مدرسه دیگه هم 10 تا ریاضی معلم بوده از جاهای دیگه بوده. در اصل این کارهای جنرالایز کردن، عمومیت دادن رو بریزید دو. میخوام بهتون ثابت کنم چرا؟
مگه شما همتون نمیگین شیرازی ها همه خوبن؟ اشتباهه، عمومشون خوب نیستن، یه نفر مثل من بده. پس ببین نگید همه، همه قدر مطلقه. میتونید بگید که اکثر شیرازی هایی که من برخورد کردم باشون خوبن، تا این سربی فلان فلان شده آدم بدیه، یا مثلا اکثر اصفهانی ها آدم های خوبی هن، این فلان فلان شده که من با چند ماه کار کردم خسیسه. اینجوری بگید آمریکا هر وقت کم میاره یک هواپیما را ساقط میکنه، هم طرف را ادب کرده باشه، هم توجه ها را به آن سوی دیگر منحرف بکنه. در آخر جنگ ایران و عراق یک هواپیمای مسافربری ایرانی را انداختند. پارسال در اوکراین که خواست تقصیرش را گردن روسیه بیندازد و همچنان ادامه دارد. ایشون در رابطه با این هواپیمایی که توی مال روسیه بوده ولی توی صحرای سینای مصر به اصطلاح منفجر شده، این هواپیما را آیسیس میگه ما زدیم، ولی مثل که آیسیس هم مثل من بی سواده، این هواپیمای 20 دقیقه که بلند شده بعد گفته ما اشکال داریم میخوام برم یه جای دیگه بشینم. اصلا تو اون 20000 فوتی، تو 30000 فوتی آقای آیسیس شما که نمیتونی بزنی، مجاهدین هم نمیتونن بزنن، مجاهدینی که اینقدر ستلایت دارن، اینقدر چوب و جارو دارن، چی داری میگه آیسیس جان؟ کشور آباد من گلخانه میخواهد چکا، قصه معلوم است پس افسانه میخواهد چکا. این شعر رو من از خانم نوشین کاشانی، نوشین اسم دختره دیگه نه، اسم زن، دارم میخونم، امیدوارم که بتونم حق رو ادا کنم و ایشون ناراحت نشه که آقا چرا بد خوندی، خراب کردی شعر ما رو. کشور آباد من گلخانه میخواهد چه کار، قصه معلوم است. بذارید من به شما نشون بدم که یه جای کلمه ای رو اعیوش رو اشتباه گفتم، شما زود متوجه بشید و تصحیحش کنید. این براتون تنظیم کنم. بله، ای خدای ما، خدای آسمون ها، عاشق ما جوون ها. بله میبینید قصه معلوم است پس افسانه میخواهد چه کار، با حقوق آنچنانی زندگی در رفاه، کارمند و کارگر یارانه میخواهد چه کار. در جهان بالاترین آمار دزدی مال ماست، خرد دزدی غیرت مردانه میخواهد چه کار. ما به چوب و رخت چوپانی کفایت کرده ایم، ملت ما جامعه شاهانه میخواهد چه کار. بس که با عشق یتیمان خون دلها خورده ایم، خون دل خوردن لب و پیمانه میخواهد چه کار. ما که دل را کنده ایم از زندگانی عاقبت، این همه آوار ملت خانه میخواهد چه کار. اختلاس و رشوه خواری سنتی دیرینه شد، این بساط خودفروشی چانه میخواهد چه کار. بس که در بازار مردم بت فروشی میکنند، جام و می برچیده شد، میخانه میخواهد چه کار. هرچه آمد بر سر ما از خودی ها بوده است، هرچه آمد بر سر ما از خودی ها بوده است. کشور من دشمن بیگانه میخواهد چه کار. طبع شعرم گرچه از جور زمان گل کرده است، این گل آزرد دل پروانه میخواهد چه کار. نوشین کاشانی، خیلی قشنگ. و من واقعا به اونایی که اسمشون رو زیر نوشته هاشون میذارن تبریک میگم و این رو باید ما یاد بگیریم، هی بی نام و نشان صحبت نکنیم که بعد بی نام و نشان بشیم. راه حل، آقای سعید سلطانپور، آقای مونتی که اون روز من گفتی آقا همه سعید سلطانپور رو میشناسن، خب آقای سعید سلطانپور هم از توی کانادا، اصلا اون چیزی هم که شما گفتید رابطه با این نداره، 10 تا سلطانپور، فقط سعید سلطانپور توی این 7700 تا دوست یا دشمن ما هستن. ولی حالا ایشون نوشته که راه حل، من نمیدونم اسم برنامه تلویزیونشون راه حله یا اسم این مقالایی که مینویسن. دو تا نماینده ایرانی تبار، علی احساسی و مجید جوهری، بر اساس خبرها که دنبال می کنم در کابینه جاستین ترودو نقشی نخواهند داشت. بر اساس شنیده ها مریم منصف نماینده جوان افغان تبار از پیتر بروک
یا برو. یک پست وزارت در کابینه ترودو خواهد داشت. دو تا ایرانی به چند دلیل امکان حضور را ندارند. یکی، حاشیه های هر دو نماینده ترودو حاضر نخواهد شد، بهانه به دست حاشیه ها نمیفهمه، یعنی طرز فکرشون، بهانه به دست اپوزیسیون محافظه‌کار برای حمله بدهد. دوم، اختلاف شدید و چند دستگی و پراکندگی جامعه ایرانی بهترین بهانه برای ترودو خواهد بود که از جامعه ایرانی کمی فاصله بگیرد. امروز در جلسه گفت و شنود یا گفت و شنید تورنتو در این مورد میگویم. ترودو در روز چهارشنبه قسم در برابر نماینده ملکه انگلستان، فرماندار کل کانادا، برای نخست وزیری خود و وزرا خواهد خورد. اینم دولت جدید کانادا که خیلی ها خیلی خوشحالن که این به اصطلاح آمده رو کار. و اما دوباره به غیر از اون پیام آقای مسعود رجوی که نه پیام خودشه، نه عکس خودشه، نه صدای خودشه، آقای ابریشمچی هم که داداشش فوت شده آمده و نوشته کنفرانس مطبوعاتی. کنفرانس مطبوعاتی معمولا 4 تا روزنامه و 2 تا تلویزیون صدا میزنن، طرف میاد میشینه حرفاشو میزنه، اونا هم حق دارن سوال جواب کنن. ولی چون مجاهدین برای خودشون هر کاری میخوان میکنن، مثلا میگه ارتش آزادی بخش وقتی یک تفنگ ساچمه‌ای هم نداره، هم نداره، شما میتونی هر چی دلت میخواد. یادتونه تو یک کتاب انگلیسی بود یا هفتم یا هشتم یا نهم، یه نفر تصمیم گرفت از امروز به صندلی بگه مثلا کمد، به بخاری بگه یخچال. بعد یه مدت هیچ کی دیگه نمیفهمید این چی میگه. مجاهدین الان اینجوریه، اینا به یه مش آدم سالمند پیر بدون اسلحه میگن ارتش آزادی بخش، به خود مجاهدین میگن شورای ملی مقاومت. حالا اینجا هم آقای ابریشمچی نشسته جلو دوربین صحبت میکنه، اسمش گذاشتن کنفرانس مطبوعاتی. اگه کسی سوالاتی رو دید که یه تلویزیون از ایشون پرسید آقا تا کی میخواییم بیچاره ها رو تو قفس نگه داری که هر بچه ای هم بتونه بیاد به اینا سنگ بزنه. شما میدونی شیر، پلنگ، زرافه رو بذار تو قفس، وقتی که بچه بدون این تو قفسه، تو میله است، تو دره، تو دروازه است، میاد بهش سنگ میزنه. تازه اون اگه نرم بکشه میده و میره دیگه، این نمیتونه بیاد بیرون که. اینا این کار کردن. ولی شما فکر کنی افرادی مثل مرداد، مثل علی از کانادا، اینا اصلا این نوار صحبت میکنن، این نوار که دکمه رو میزنی شما نمیتونی به هیچ چی بگی الا خاموشش کنی. همونجور موفق باشه. و اما ونکوور تظاهرات برای محکومیت. اینه که اون دوستمون پیام ویدیویی گذاشته که میگه آقا شما نگاه کنید به ساعت حمله، نگاه کنید به چند ساعت که اینا میخواستن حاضر بشن و چجوری همون روز هنوز هوا روشنه و اینها اینجا هستن. ببینید این رو از وبسایت خود مجاهدین برای من فرستاده این دوستمون، نوشته کانادا ونکوور تظاهرات برای محکومیت حمله موشکی. آهان، ونکوور دوست عزیز حتی با تورنتو هم فرق میکنه، 3 ساعت دیگه اونا فکر کنم از ما جوانترن، مثل کالیفرنیا میمونه. خب این معمولیه که اگه تو عراق نصف شب بوده اینا هنوز میتونستن روز باشه و بیان. ولی حالا شما عکس ها و اینها رو ببینید، اینا عکس های جدید هاست یا قدیمی هاست، ولی اون مهم نیست. شما مهم نگاه کنید ببینید توی ونکوور به این شلوغی یا توی تورنتو به این شلوغی چند نفر آمدن برای مجاهدین. تازه خیلی از اینا هم اولی که میان نمیدونن که بعدن مجاهدین میخواد این رو به اصطلاح استفاده کنه. بهتون گفتم اینجا راهپیمایی گذاشت، گفت برای نمیدونم دفاع از حقوق بشر. این خانم مریم نیکسولت با خواهرش و چند نفر دیگه رفته بودن پرچم و بیرق و اینها، بعد آمد به اینا گفت خجالت بکشید، شما تظاهرات رو هم میدزدید، مردم را میفتن اون جلو میرن خبر ندارن، پشت سرشون اون آخر عکس مریم رجوی و عکس خانم آقای مریم رجوی و مسعود رجوی میاد بیرون از تو هتل یا از تو پارکینگ. خب معلومه که شما وقتی اینجوری عمل میکنید نتیجهش این میشه 2000 نفر در سهرهای برعوت لیبرتی اونجا، اول میگن مسترا نداریم، توالت نداریم، حالا ذوق کردن ببینید آقا توالت درست کردیم، بغلش هم چه گلی گذاشتیم. حالا صحبت از توالت و اینها شد، من روز جمعه
خانم ماندانا یک لطف کرده بود و پیغامی گذاشته بود، پیام ایشون رو پخش کردم در رابطه با اون فیلمی که ما پخش کرده بودیم، یک معلم جوان یزدی و یک بچه فلج یزدی این رو میبرد مدرسه و میآورد و اینها. بعدن این خانم ماندانا و یکی از دوستاش که در ایران هستن گویا به اصطلاح علاقمند شدن به کمک و اینها کمک کردن، خودشون هم مبالغ کمک کردن. حالا به من گفتن که اینها باز احتیاج به یه مبلغی دارن تا بتونن به اصطلاح برای این دکتر گفته این رو بذارید همین قدی هم که حرکت میکنه حرکت کنه، برای صندلی چرخدار و صندلی چرخدار برقی و اینا نخرید که پاش فلج تر از این بشه. گفته کاری که میکنید توالت مثلا فرنگی براش درست کنید، اینا مخارج رو گفتن اینها. اولا ممنونم از اون دو نفری که یه نفر 150 دلار فرستاد، پولش هم دیروز صبح رسید اینجا، یه نفر 500 دلار آدرس براش فرستادم، گفت من آدرس تو رو دارم، چکم تو پست، حتما فردا میرسه و ایشون حرفش از چی میگن از پول توی بانکم برای من بهتر. 650 دلار این دوستان کمک کردن. ولی یه دوستی به نام بابک، نه بابک خودمون، نه بابک خورندی، نه بابک هروی، یه بابک دیگه، ما مثلا 7700 تا دوست داریم، 7000 تاش اسمش بابکه، 700 تای دیگه هم اسمش کوروش. خلاصه ایشون نوشته بود که آی سوربی اینا گفتن ما 10 میلیون میخوایم و اینا، همچین خبرایی نیست که. توالتای هست فرنگی روی این مثل میله‌ها که تو بیمارستان و اینا هم استفاده میکنن، اینجا هم هست. بله منم دیدم، شما هم درست میگی، کسایی هم که یه مشکلی براشون پیش میاد اینو میارن بغل تختشون که نخواد راه بره بره تو توالت بیمارستان اینا. ولی یه سوالی من از شما دارم، شما فکر میکنی خانم ماندانا توی آمریکا، سوربی بیروز توی کانادا، اون دوست دیگه همون توی کالیفرنیا، اینا مثلا برای 50 دلار 100 دلار میان یه دسیسه بزرگی، اونم چی؟ توالت فرنگی توی یکی از دهات یزد برای یه فلج، این رو درست کنن که مثلا 1000 دلار در بیارن. دوست عزیز من یه برتدی وقتی میرم فیلم میگیرم 900 دلار پول میگیرم، یه عروسی وقتی میرم پول میگیرم 1500 دلار میگیرم، تا وقتی که به اصطلاح تیپ میگیریم و نگهمون میدارن برای اوورتایم و اینا، از اونجا میایم بیرون بعضی وقتا 2500 دلار. والا نکنید این کارو. بعد جالب برای من اینه، معمولا اونایی که کمک نمیکنن ایراد میگیرن، اونی که کمک میکنه میگه آقا اگه این پوله رو من دادم به اونم نرسید اب نداره، حتما سوربی احتیاج داشته که دزدیده از من، احتیاج داشته اب نداره، ولی من کمک نیتم اینه که کمک کردم به اون. حالا من از شما سوال میکنم، اون خونه ای که ما دیدیم عکسش و فیلمش رو، اگه اینا به غیر از این که میخوان یه توالت بسازن برن همین توالت که شما گفتی بخرن، نمیدونم چند دلاره 200 دلاره بذارن اونجا، ولی برای این بچه 4 تا کاشی، یه آسفالت، یه کم ترتمیز کنن، خونهشون در پنجرهشو درست کنن، این عیبی داره؟ والا بلا بابک عزیز نکن این کارا رو، بذار مردم تشویق بشن، بذار مردم بیان به یه نفر یه نفر کمک کنن. البته من یه شکایت و گله هم دارم از دوستان دیگه ای که تا امروز این ویدیوها رو دیدید، چه در بازپخش چه روی یوتیوب، و این همه آدم میاد میبینه و میره، دو نفر فقط باید کمک کنن. پس ما لیاقت این داریم که شاه و شیخ پولمونو بگیرن بزنن تو جیبشون، بعد مثل بچه ها به ما روزانه بدن اگه دلشون بخواد، اگه دلشون هم نخواد ندن، بگن امروز پسر بدی بودی، مشقاتو نکردی، ما به شما روزانه نمیدیم. چرا ما نمیایم جلو؟ اونی که 100,000 دلار داره، برای 100,000 دلار 1,000 دلار چیزی نیست، بگه آقا من این 1,000 دلار رو میدم، نیتم اینه که این بچه یک قدم یک کاشی پاش نگیره پشت این بیفته با صورت بیاد رو زمین، حالا دیگه صورتش هم اینجوری بشه. به همین خاطر برنامه جمعه رو من تا چهارشنبه هم باز پخش میکنم، امیدوارم شما اگر میخواین حمایت کن. بیش از 10 سال قبل من چنین پیشبینی را کرده بودم، البته با ذکر دلیل در حال حاضر. بله در رابطه با همین که گفتم
هوای میدل ایست یا خاورمیانه اینقدر گرم میشه که قابل زندگی برای آدمها و برای حیوانات نیست. آقای هوشنگ آریانپور نوشتن که من 10 سال پیش با مدرک و با سند این رو گفته بودم که اینجوری میشه. خداییش براتون بگم دوستان، این آخوند و شیخ و کپیتالیسم و سرمایه‌داری و اینا رو بریزیم دور، کمونیست رو بریزیم دور، در طی سالها، در طی قرون، در طی تاریخ و زمان عوض شده شکل کره زمین. یه جایی آب بوده، الان شده صحرا. میگن این صحراها، این شنایی که شما میبینید، همه اینا سنگای بزرگی بوده که تو اقیانوس و دریا بوده، انقدر به هم خوردن تا حالا شده یه شنی. حالا اونجا که آب هست، قبلا خشکی بوده، آب رفته، اینجا اینجوری عوض میشن. ما میمیریم، فسیلا چی بود اینا، دایناسورا رفتن، یه سری دیگه شدن فسیل، شدن نفت، ما میریم یه چیز دیگه میشیم، عوض میشه. خیلی نگران نباشید. در رابطه با نگرانی یک کتابی آقای تد کاپل نوشته در رابطه با اینکه چقدر ماها الان وضعیت خطرناکی زندگی میکنیم. هر آن ممکنه یک دیوونه ایدئولوژی که باور داره نمیدونم حالا یا حزب الله یا شاه الله یا مصدق الله یا آیسیس یا هر چیز، اینایی که ایدئولوژیک هستن خیلی خطرناکن، اگر بیاد روی اینترنت و بره توی این دستگاه‌های برقی و فلان اینها رو یعنی خراب کنه، میگه اصلا یک کاتاستروفی، یه فاجعه بزرگی اتفاق میفته. ولی خب چه باید کرد؟ حالا ما بشینیم نگران اون باشیم. ایشون میگه رفتم از تمام مسئولین هوملند سکیوریتی سوال کردم برنامه داری؟ همشون گفتن ما برنامه نداریم. از مسئول اداره به اصطلاح نیرو فلان انرژی سوال کردم، گفته ما برنامه داریم، تو یکی از این کتاب هاست اینجا، یعنی اونم حقیقتا نداره و داره دروغ میگه. خب و اما فری میسون میدونید که این افرادی هستند که بناهای خیلی قشنگی بنا کردن. اصلا کلمه میسون یعنی آجرکار، یعنی بنا. فری میسون یعنی بناهای آزاد. ولی اینکه این سازمان وقتی درست شد بعدن چجوری الان سیکرسی یا مخفیانه و اینها شده، این بماند. در همین رابطه یه فیلمی رو علی شیرازی برای من فرستاده که من این رو هم اجازه بدید بهتون نشون میدم. نوشته آنچه درباره فراموسونی خواهید دید فیلمی ساخته بی بی سی است که توسط کسرا ناجی در 12 اکتبر 2012 به یوتیوب منتشر شده است. آنچه در این کلیپ خواهید دید شرحی کوتاه درباره فراموسون هست و چرا در این برش از زمان. قربونت برم، این که مال 2012 بوده، چه برشی؟ اگه امروز هم گذاشته بود شما میگفتید این برش. دیدید همه اینایی که میخوان بگن ما عقیدمون خوبه شما چیزی نگو، میگن در این بره خطرناک شما این حرف میزنی؟ ای آقا شما چی کار داری که من دارم دزدی میکنم؟ الان نگو مملکت در خطره، بذار من دزدی کنم. آقا این فیلمشنا بله محرمانه بودن اینا، ولی الان شما برو رو اینترنت بهتون نشون میدم، شما میتونی عضوش بشی، میتونی بری ثبت نام کنی. بعدم خب معلومه، میگه که توی همین فیلمم هم. ببینید من این وبسایتی که بهتون نشون میدم، من یه دوستی دارم که قبلا جزء فراموسون بوده، اومده بیرون و اینها، اگر یه وقتی دوست داشته باشه شاید بیام باهاش مصاحبه انجام بدیم. و میدونید که این فریمیسون یا اون سازمان‌های دیگه مثل این سازمانی که ساینتولوژی هم چیزی، یه دین جدیدی هست توی کالیفرنیا که اون تام کروز و اینا بودن، چند تام تا ازش اومدن بیرون. ببین فریمیسون نتورک میدینگ آن دی لول، این لول و تراز و اینها، میبینید علامتشون هم پرگار هست و اون آقای گوینده هم حتی به این به این گونیا میگه نقاله. نقاله دوست عزیز یه چیزیه که زاویه رو نشون میده، گونیا یه چیزیه که روی زاویه 90 درستش کردن و فقط برای عمود. البته این نداره دیگه، خود ما هم یه وقت یه چیزی یادمون نمیاد. در صورت علی عزیز اینجوری هم نیست که آه چی شد که حالا بی بی سی راجع به این صحبت میکنه. بی بی سی راجع به شاه گفت، گفتن دسیسه کرد بزنتش زمین. راجع به فریمیسون میگه یا فریماسونا،
این همون فراموشخانه کتابایی بود که من یادمه دانشجو بودم وقتی رفتم تهران، بچه‌هایی که شیراز بودن من میگفتن این کتابای فراموشخانه مال اسماعیل رائین، اگه گیر میاد بخر بیا و اینها، که های باز یاد شیر دیگه دیگه حالا سیکرسی چی مونده. ولی میدونی بعضی ها مثل آقای حخاب من میگفت که شما میدونی ببینی همش دوربر همیه، 313 نفر یاران امام زمانه، 300 نفر دنیا رو میچرخونه، یا میدونم چند نفر مسئول بابا ولمون کنید تو کار خودشون مونده. در اصل شما میتونید ثبت نام کنید برید تو همین ویرجینیا، اون پایین یه دونه معبد محفلشون هست، شما اگه عروسی داری میتونی سالن اجاره کنی بری عروسی اونجا بذاری. یه فرش خیلی قشنگ ایرانی هم اونجا هست، اگر یه وقت اومدید ویرجینیا یا واشنگتن حتما از اینجا هم دیدن کنید، جای دیدنی هست. این هم فریمیسون یا فریماسون‌ها. و اما اینجا آقای مسعود سهیلی یه عکسی رو انداخته توی ایمیل برای منم فرستاده، ممنونم از ایشون، و فوش داده به اینایی که این لباسای قرمز رو پوشیدن. البته اینجا به مسخره یعنی فوش داده، سعی چی بهش میگه یادم رفت. اوکی بله، ببینید این همین نمایشا و تعزیه‌هایی که ما هم یادمونه اون موقع ما محرم و نمیدونم این کارا میکردن. نوشته که این قرمز پوش‌های فلان فلان شده همه یهودی هستن، ببین جد سگ‌ها چند نفرن. من اصلا فوش اینجوری ما کی می‌دیدیم؟ ببین جد سگ‌ها، حالا پدر سگ‌ها، این چون آقای چیز شاعره میدونه اینا پدرشون فوت شده اونا جدش بوده میگیدن. در هر صورت ببین آقای سهیلی، شما میتونی از صبح تا شب بشینی تو کانادا توی خونه و به اینا فوش بدی. دوست عزیز یه چیزی رو فراموش نکن، اینا تو خیابونن، مراسم سینه‌زنی نیویورک اینا تو خیابونن، توی انگلستان نماز جمعه اینا توی خیابونها هستن، توی فرانسه اینا توی خیابونها هستن. من و شما جلوی کامپیوتر با تنبون، بعضی وقتا هم با شورت، بعضی وقتا هم بی شورت، فکر میکنیم داریم مبارزه میکنیم. از خودت سوال کن، شمایی که انقدر متفکری، عقیده، ایده، رهبرت کیه؟ اگه فردا رهبرت بگه بلند شو بریم تو خیابون، میری تو خیابون؟ ولی اینا میان، اینا میان، حواستون باشه. تفاوت من و شما با اینا اینه، خرن، نمیفهمن، بی عقب افتاده هستن، بی سواد هستن. آقا وقتی چوب گرفت دستش زد تو سر شما، چوبه که بهش نمیگه نه شما سواد نداری من نمیرم بخورم تو سر این، چوبه میخوره تو سرت. پس باید فکر کنی که چه باید کرد. و اما ما روز جمعه در برنامه صحبت کردیم، نامه ها رو خوندیم، نوشته دوستان رو خوندیم. یه دوستی در رابطه با برنامه های قبلی که در رابطه با دکتر اعتمادی صحبت کرده بودیم، ایشون خیلی قشنگ گفته بود بابا این دیگه کیه، دکتری که مادرش مریض باشه بیاد بره لباس چوپونی بپوشه و بیاد تو چی و با اونا به زبان چوپونی دعوت کنی، این اصلا دیوونه بوده، روانی بوده. anyway بعدن توضیح داد، گفت که اگر دوره شاه به فکر این بودن که برای این پیرزنها، برای پیرمردها، برای سالمندان یک به اصطلاح پرستاری چیز کنن اینها، من فوری پرستارای اینجا تو خاطرم اومد که شما دیدید سالمندا یه خونه هایی هست مخصوص اینهاست، بچه ها پول میدن، دولت هم پول میده، مادرشونو میذارن اونجا، یه افرادی هستن شبانه روز از اینها نگهداری میکنن، یا بعضیا یه کسی رو استخدام میکنن روزا که خودشون سرکارن، اون پرستاره میاد کار مادرشون انجام میده، بعد خودشون شب که میان اون میره خونه، یا بعضی ها یه کسی رو استخدام میکنن شبانه روز اونجاست. وقتی من گفتم این دوستمون نوشته از شما تشکر میکنم که به اصطلاح در این مورد صحبت کردی، من در مورد پرستار منظورم این نبود که دولت 24 ساعته کسانی را برای نگهداری و رسیدگی افراد سالمند یا سالخورده استخدام میکرد. در خود اینجا هم چنین کاری نمیکنن. البته اینجا هم چی کاری میکنن؟ همین مادر من الان 80 سالشه، اگر بخواد میتونیم براش پرستار بگیریم، پرستاری که روزا باشه، پرستاری که در هفته چند ساعت بیاد، یا پرستاری که 24 ساعت باشه. دولت این کار انجام میده،
یا حداقل تو آمریکا، شاید شما اونجایی که هستید این کار نمید. اینجا همچنین کار میکنه. از طرف دولت ما گفتن میتوانم کسی را استخدام کنیم تا هفته چند ساعت برای حمام کردن و تمیز کردن خانه کمک کند و در این صورت دولت به آن فرد دستمزد میدهد. ممکن است 2 یا 3 ساعت در روز باشد. اگر در ایران در آن زمان این وضعیت وجود داشت، آن آقا می آمد، منظورش دکتر اعتمادی، رئیس دانشگاه پلی‌تکنیک ایران بود و که مادرش را به دکتر برده و رسیدگی کردن و احتیاج به پوشیدن لباس شبانی و چوپانی نبود. به این صورت هم کار به وجود می آمد و هم مردم به دلیل کمبود امکانات راهی شهرهای بزرگ نمی شدند. در ضمن چرا آن آقای اعتمادی با آن امکاناتی که داشت کسی را برای نگهداری مادرش استخدام نکرده بود؟ آفرین. این چرا را آقای سهیلی شما از خودت سوال کن. آقای سهیلی از این آقای دکتر اعتمادی بپرس اگه شما یه روز دیرتر با هواپیما آمده بودی مادر تنها تو خونه میمرد که. اگر تو خونه دیگران بودن پس این دروغی که آقای اعتمادی با چوب و چماق رفت دنبال لندروور کلینیک، بعد آمدن تازه دیدن مادرش سرما خورده. تو ایران، توی دهات ایران یه مادری سرما خورده، دکتر و سپاه بهداشت و اینها رفتن، دوباره هم رفتن به سر زدن. آقا نکنید، دروغ نگید، آبروتون رو بین جلو سربی و جلو دیگران این بیننده ها نبرید. والا بعضی وقتا میگن اگر حرفی نداری، البته اینا میگن اگر حرف خوبی نداری بهتره که حرفی نزنی. خب اگر حرفی ندارید نزنید، آهنگ بخونید برای خودتون، دوست دارم، میدونم، نمیدونم، رفتم، اینا رو برای بابا کرم بخونید. خب شاید با پرداخت کمتر از 300 تومان، 300 تک تومانی در ماه این کار را می کردن. در مورد مادر من در اینجا چون اون اصلا حاضر نیست یک آدم غریبه به او برسد، ما مجبوریم خودمان این کار را انجام بدهیم. حتی من با خانمی افغانی آشنا شدم که می توانست کمک کند. حتما مادرتون قبول نکرد. مادر من هم همینجوره. مادر من 2 تا فلسفه داره. میگه مادر اگر اون خانمه ایرانی باشه که من خجالت میکشم بهش بگم مادر بلند شو یه چایی به من بده. اگه آمریکایی باشه حالا باید تازه یادش بدم ما ایرانی ها چجوری چایی دم میکنیم، چجوری برنج دم میکنیم. بعدم به شوخی میگی میدونی ننه قربونه، من تا موقعی که خودم میتونم تکون بخورم کارامو انجام میدم. هم میشم، میگه که امیدوارم زمینگیر نشم که درد سر بشم برای شما. امیدوارم اینجوری نشه. در صورت در مورد مادر من در اینجا چون اون اصلا حاضر نیست یک آدم غریبه به او برسه، بعد افغانی هم آوردیم قبول نکرده. مورد دیگری که مدت هاست میخواهم بنویسم این است که فقط ایرانی ها نیستند که دوست دارند پول کمتر و یا مجانی چیزی را به دست بیاورند یا بارگین کنند. شما درست میگی. خود من تو همین برنامه امروز گفتم جنرالایز کردن، عمومیت بخشیدن غلطه، ولی خود من همین کار رو انجام میدم. مثلا هی میگم ما ایرانی ها دنبال چیزای مفت میگردیم، ما ایرانی ها دنبال چیزای ارزون میگردیم. شما کاملا درست میگی. من از این بابت از شما عذر میخوام و از دیگران. و ما تنها نیستیم. شما همینجا نگاه کن، یکی بخر دومی را مجانی ببر، یا تخفیف های 70-80% که میدهند، یا هپی آور بعد از ظهرها آبجو و خوراک ارزونتر، ببینید چه خبر قوقا میشه. و یا حراج های فردای روز تنکسگیوینگ، ملت همدیگر را میکشن برای که برن تو. هر سال فردای تنکسگیوینگ چند نفر زیر دست و پا، بابا اون رفته حج خدا رو ببینه زیر دست پا له شده، این برای که بره یه تلویزیون ارزون بخره، یه کاپشن ارزون بخره، زیر دست پا له میشه. همدیگر رو میکشن مشت و لگد. امیدواریم امسال اینجوری نشه. و یا از قبیل اینها، همه مال کشورهای سرمایه‌داری است که مردم را با این حیله به خرید وادار کنن و در نتیجه خود به خود در مردم این صفت را به وجود میارن. این نظر من بود. بازم از شما متشکرم. من از شما ممنونم. برای این دوستمون نوشتم که بله میفهمم و به خاطر همین که دولت بعضی وقتا اجازه نمیده، مثلا شما، مثلا من نمیتونم از دولت حقوق بگیرم بشم پرستار مادرم. حالا ما بدبختانه خواهر نداریم و
خب توی جامعه ایرانی هم میدونید، من اتفاقا یادم چند مدت پیش، خدا رحمت کنه، این خانم روستازاد، همسر سرهنگ روستازاد، هم سرهنگ روستازاد مرد شریفی بود، هم این خانم مرد همسر زن بسیار شریفی بود، و ایشون میگفت که منتظر بوده که پرستارش بیاد، یک آقای در زده، گفتم کیه؟ گفته که من آمدم امروز شما رو حموم ببرم. اینم گفته وای من حالا مسلمون درست حسابی نیستم، ولی من نمیخوام شما من رو همون ببری. البته دوست دیگمون شوخی میکرد، میگو که حالا اگه ما جوانتر بودیم بعدمون به این دوستم توضیح دادم که یه فیلمی هست توی تلویزیونای آمریکایی نشون دادن که یک آقایی مجبور شد همسرش رو طلاق بده که بتونه به عنوان پرستار برگرده به همسرش کار خدمت کنه. یعنی چی؟ فکر کنید این آقا مثلا سالی 40,000 دلار می ساخته. قانون دولت اینه که افرادی که سالی 30,000 دلار بالاتر می سازن مثلا نمیتونن پرستار داشته باشن. این میگه بابا جون درسته من 40,000 دلار می سازم، ولی با شب تا صبح مثلا وایسم خوراک درست کنم، اینا روزام که رانندگی کنم، خوابن، تصادف میکنم، فلان اینا، این یه کمکی بکنید من یه پرستار. میگفتن نمیشه، توی جدول فرم دارایی مالیاتتون میگه شما اینقدر در میاری. گفت خب کاری نداری که. زنشو طلاق داد، گفت حالا من دیگه تو این خونه نیستم، زن من هیچ، درآمدش هیچ. فکر میکنی دولت احمق چی کار کرد؟ دولت احمق سال 60,000 دلار داد به همین آقا، آقا رو هم نشون تو خونه. یعنی آقایی که میگه آقا شما 20,000 دلار به من بدید، 40,000 دلارم خودم در میارم و من کار میکنم، اینم بیکار کردن، نشسته بود تلویزیون نگاه میکرد، گفت حالا من از همسرم پرستاری میکنم. این دوستمون خندید و نوشت خب اون تونست همسرش رو طلاق بده، من که نمیتونم مادرم رو طلاق بدم. ولی توی آمریکا یه پسری پدر و مادرش رو طلاق داد. برید بزنید توی گوگل بخونید اون بچه‌ای که پدر و مادرش رو طلاق داد به حق چیزای ندیده و نشنیده. و اما بابک زنجانی، اینو دیگه اون روز براتون خوندم که نوشته بابک زنجانی تا دوشنبه پول نفت رو میدم. یعنی این ببخشیدا، این پدر سوخته حرومزاده رو باید از یه جایش آویزون کنم که تو زندان اولا این چجوری دسترسی داره که هنوز داره اون کارهای مالیش انجام میده. بابک زندانی تاجر، بابک زنجانی تاجر زندانی، چه قشنگه، بابک زنجانی تاجر زندانی، در چهارمین جلسه دادگاه خوب وعده داد که تا 2 روز دیگر و در 2 مرحله از طریق یک بانک معتبر، از بس خودشون بانکای بی اعتبار درست کرده، میگه از طریق یک بانک معتبر خارجی ضمانتنامه بانکی به مبلغ اینجا نوشته 1968 میلیون یورو. دوستان 1968 میلیون یورو، 1,000 میلیون میشه 1 بیلیارد یا 1، اصلا این عددها رو من نمیتونم بگم. و این کی بوده؟ این راننده آقای رفسنجانی بوده. بعد وقتی آقای اجلالی میاد راجع به خانواده رفسنجانی و دزدی‌هاشون میگه، اون دوست اون محسن از کالیفرنیا زنگ میزنه میگه آقا درسته که اینا دزدن، ولی بهشون نگو دزد، بگیم چی؟ بگیم دزده. ما 2 تا سگ داشتیم، داریم هنوز، خیلی باهوشن. اگر به هم دیگه بگیم که مثلا go walk the dog، اینا بلند میشن و سر صدا میکنن و excited میشن، مجبوریم بگیم WALK اینجوری بگیم. حالا چی بگیم آقا محسن؟ اگه شما بیننده برنامه منم هستی، به دوز بگیم چی؟ بگیم دال زه دال، دوز دوزده. اون آقای مهندسی که اون هم فکر میکنه خیلی باهوشه، میاد از کار کرد من میدزده، اون هم دزده، فرقی نمیکنه. منم اگر پولی رو که به روز داده که بدیم به این وردارم بکشم بالا، منم دزدم. گر رزم شود یا گر حکم شود که مست گیرند، در شهر هر آنچه هست گیرند. مواظب باش. خب ببینیم که بابک زنجانی رو هم ورق بزنیم. مس مایگریشن، این کلمه ایمیگریشن، مهاجرت، مایگریت، مایگریشن، اینها میدونید که الان دیگه خیلی
این روزا هی چیز میشه و میگن که الان سربیا و سوریه و اینها دارن وقتی که مهاجرت میکنن این نظم و ترتیب دنیا رو به هم میریزن. از یه طرفی بعضی ها میگن که خود این آمریکا و اروپا اینها رو با برنامه این کار کردن که الان که دیگه بردهی وجود نداره اینها به صورت برده های قرن 21 میان. شما نگاه کنید یه پسر جوان از ایران بلند میشه میاد اینجا، یه دختر خانم جوان از ایران بلند میشه میاد اینجا با ساعت 8 دلار میره تو مال، اونم 8 ساعت بهش کار نمیدن که، 5 ساعت بهش کار میدن، 4 ساعت پی میکنن، 32 دلار بهش میدن. این بنده خدا از صبح باید بلند شه، به قول آقای اجلالی دوش بگیره، آرایش بکنه، مرتب سوار ماشین بشه بیاد، اگه تصادف نکنه تیکت نگیره 32 دلار کار میکنه، چون از خونه اومده بیرون باید یه پولی هم بده نهار بخوره. اون وقت تو مال شما اگه میخوای نهار بخوری کوفتی یه چاینیز فود اینقدی بهت میده 8 دلار. این اون آمریکایی که من و شما تو امیدامون و آرزوامون بود، اینو اون آمریکایی که ممل آمریکایی برای ما ساختن، تحویل ما دادن، فیلم آقای بهروز وثوقی، من فکر نمی‌کنم. خب اجازه بدید که همینجا از شما خداحافظی کنیم و به اصطلاح بریم یک سری شعرهای خیام رو با صدای با دیکلمه آقای احمد شاملو و با صدای آقای شجریان بشنویم تا حاضر بشیم برنامه حسن اجلالی. بله شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، شما هم میتونید برخلاف هر کس دیگه‌ای حرف بزنید، بیاین بگید نظر من اینه. سوربی که میگه دو تا چهار تا، این بی سواده، این فقط تا کلاس چهارم خونده که بهش گفتن دو دوتا چهارتا، این یاد گرفته. من دکترم، من یاد گرفتم دو دوتا، بعض وقتا میشه 64 تا، بعض وقتا میشه 3 تا، بستگی داره که میخوام دو دوتا از کسی بگیرم یا دو دوتا بهش پس بدم. روز روزگار بر شما عزیزان خوش، به امید اینکه اوقات خوب و بهتری داشته باشیم. از اینکه با من بودید و با تلویزیون مردم و برنامه صبحی با مردم متشکرم. لطف کنید تلویزیون مردم رو به دیگران هم معرفی کنید. اگر روی فیسبوک میاین فیسبوک مردم تیوی، فیسبوک صبحی رو ببینید، روی فیسبوک خودم به عنوان دوست، روی فیسبوک مردم تیوی به عنوان لایک، که بگم خدا این فیسبوک هم ورداره از رو کره زمین که ما رو همه راحت بشیم. چه جرما و جنایتای روی این فیسبوک میشه، اون اونو انفرند کرده، اون اونو کشته، ستایی رفتن اونو کشتن، دوتایی بچه های 13 ساله 14 ساله، دختر نه مرد نه پسر، چی بگم والا، دوره آخر از زمان. روز روزگار بر شما عزیزان خوش، مرسی.